سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه آموزش ریاکت در خدمتون هستم. پروژه اگه خاطرتون باشه، بس از جلسه قبلیمون به اینجا رسیدیم که یه سرچی رو اینجا درست کرده بودیم و میخوایم الان ادامه بدیم. در قدیم منو سرچش رو تو جلسه قبل درست کرده بودیم. خب این نصب شد، پروژه رو من دوباره ران میکنم. خب پروژه رو ران کردم بچه ها. خب بچه اگه پروژه رو خاطرتون باشه، تو جلسه قبل روش صحبت کردیم. به اینجا رسیم که وقتی من اینجا چیز رو تایپ می کردم، اینتر رو می زدم، این مقدار اینجا به من نمایش میداد. در حقیقت اتفاقی که می افتاد این بود که اینو جلسه قبل راجبش صحبت کردیم بچه ها. من اینتر رو که می زدم یه کالبک فانکشنی ران می شد به نام آن سرچ سابمیت، تو جلسه قبل راجبش صحبت کردیم که اونجا من می دادم کنسول لاگ می کردم مقدار سرچ شده رو. حالا من می خوام این کنسول لاگ رو پاکش کنم، به جاش چی بذارم؟ به جاش از اکسیوز استفاده بکنم، برای اینکه از API آن اسپلش یه سری عکس رو دریافت کنم. خب من حالا من که اکسیوز من ایمپورت بکنم بچه ها. اکسیوز فرام اکسیوز. خب لایبرری اکسیوز رو ایمپورت میکنم داخل پروژه هم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب میاد داخل آن اسپلش بچه ها، سرچ فوتو رو میزنم. خب گفته که برای اینکه شما بخواید یه سری از عکس رو دقیق سرچ بکنید، باید یه ریکوست از نوع گت بزنید به این اند پوینت بچه ها. حالا این آدرس اند پوینت مونه، قبلش بعد چی بذاریم؟ میایم بالا آدرس ای پی آی مون رو میخوایم بچه ها. تو قسمت اسکیما لوکیشن رو میزنیم، این آشش بچه ها. این آدرس ای پی آی مونه، api.onsplash.com. اینو کپی میکنم میام اینجا بچه. اینجا باید یه درخواست get از نوع axios بزنیم. میام چیکار میکنم؟ میسام axios dot get. خب بعد به این شکل میرسیم بچه. یه همچین شکلی داره بچه، نیا کنید که قرار اینجا یه سری پارامتر بذاریم، اینجا هم آدرسی که قرار بهش request بدیم. پس من اینجا می نویسم، بعد میام اینجا قسمت سرچ، هر ای پی آی که شما بخواید استفاده بکنید یه همچین داکیومنتی بچه داره، باید داکیومنتش رو بخونید بتونید ازش استفاده کنید. خب من یه دونش رو پاک میکنم. خب این شد دقیقاً اون آدرسی که ما قراره بهش ریکوست از نوع گت بزنیم. یه سری پارامتر هم داره و اون پارامتر رو میدیم الان و در جواب این ای پی آی به ما یه سری اطلاعات میده در قالب جیسون که داخل اون اطلاعات دقیقاً آدرس عکسامونه. خب پارامترش از کجا بیاریم بچه ها؟ میایم بالا تو قسمت اتوریزیشن، اینجا نیا کنید بچه ها. میگه که میگه ریکوستی که قراره بزن یه هدری داره که داخل هدرش این باید باشه بچه ها. من اینو کپی میکنم میام اینجا. خب می نویسم هدرز دوتا نقطه، اونو که بهتون گفتم اینجا کپی کنید بچه اینو authorization، بعد دو نقطه client ID و اینم your access key. یادتونه بچه ها اول ویدیوتون گفتم access key رو کپی پیست کنید داشته باشید، برای اینجا بود. اینو کپی میکنم می‌نویسم جای اینجا، بعد کل اینم میذارم داخل کوتیشن به این شکل. حالا مرحله بعدی بچه ها، دوباره من میام توی سرچ هم میگه برای اینکه شما بخواید سرچ بکنید بچه ها یه سری پارامتر داره، این پارامتر رو شما باید بهش بدید. یه اولین پارامتر کلمه ای که میخواید سرچ بکنید بچه ها. عوض خواهی میکنم گوشیم زنگ خورد. خب هدر رو گذاشتیم بچه ها، بریم سراغ پارامتراش. پارامتراش چیا بودن؟ یه لحظه، یه دونه بود کوئری بود بچه ها. یه پارامتر کوئری اون کلمه ای که قرار سرچ بشه، ما همین رو بیشتر لازم نداریم، یعنی فقط همین یه دونه رو داشته باشیم کفایت میکنه. خب میام اینجا میرسم پارامز، یه دوتا نقطه دوباره کوئری دو نقطه تر، یه ویلگول هم آخرش بچه ها کامایی هایتون نره حتما بذارید.
این شد بچه سرچ ما. بریم ببینیم کار میکنه یا نه بچه. پس اکسیوس ما بچه چند تا قسمت داشت. یه قسمت هدر داره، یه قسمت پارامتراشه، یه قسمت اون آدرسی که قراره بهش ریکوست بزنیم. خب بریم داخل اپمون. من یه چیز اینجا می‌نویسم بچه ها. اینتر میزنم اینم کار میکنه. یه اروری داد، ارور 400 داد. کجا سوتی دادیم؟ خب یه بار دیگه چک کنیم بچه ها. اکسیوز دات گیت آدرس هم که درسته، اسمش api.com search photos این هم درسته، پارامزمون هم که درسته، query term headers authorization. من بیارم خط پایین که ببینینش، client id، بعد این هم که از اینجا برش داشتیم. درسته، همه چی درسته، قاعدتا باید کار بکنه. وی پی ان هم نمیخواد میدونم. بذار من اکسس کیمو یه بار دیگه چک کنم بچه ها. بیم تو قسمت مای اپ همون. بیم اینجا. خب چرا نیومد؟ خب میام پایین. درسته اکسس کیمون درسته. من یه باری از اینجا کپیش بکنم. خب اینم درسته. همه چیش درسته، باید کار کنه ولی کار نمیکنه. خب به نظر من اینترنت هم بچه ها مشکل داره. یه لحظه بذارید من این درست کنم. خب خب بچه ها این درست شد. وی پی این هم روشن کردم درست شد. وی پی این نمیخواست یادمه ولی حالا جیب بود برای خود من. خب بچه ها من ریکوست رو زدم. یه بار دیگه میزنم ریکوست رو. این دفعه چیز دیگه سرچ کنیم. مثلا فلاور. نگاه کنید بچه ها یه نتورک ریکوست میره، استاتوسش هم 200 یعنی انجام شده. میام اینجا تو قسمت پریویو سب بکنیم اطلاعات رو بگیره، هنوز نگرفته مثل یک اطلاعات. خطا رو بهمون نداد. اینجا دو تا ریکوست داریم بچه ها. اونی باید باشه که متدش گت باشه. خب این متدش آپشن این نه. خب این متدش گت اینه. میرون نقصه پیریویو این ریزالتی که بچه ها به ما برگرم دنیا کنید. من یکی ریزالت ها رو باز میکنم. این مثلا لینک تکس میزه. من یکی اکس ها رو میخوام بیارم با هم دیگه ببینیم بچه. آدرسش رو کجا ذخیره میکرد؟ آن یورل اینجاست. این اکثر رو کپی کنم. خب بچه من این لینکش رو کپی کنم یه بار دیگه. باز وی پی این هم مجبور شدم پای قطع و قصد بکنم. عجیبه قبلا وی پی این نمیخواستین. خب این عکس مثلا گله مثلا بچه. این لینک رو که من کپی کردم، لینک رگولار رو، عکس دقیقا یه گل رو به من داد. خیلی خب بچه یه مرور بکنیم چیکار کردیم. ما اومدیم داخل اپ اون بچه ها. یه قسمت سرچ داشتیم، یه عبارت رو اینجا سرچ کردیم. به معنی که شما سرچ میکنید بچه ها، یه نتورک ریکوست میره به سمت اون دقیقا سرور ای پی ای آن اسپلش و اون به ما یه جوابی میده. جوابی که میده در قالب دقیقا همچین چیزه بچه ها. یه اطلاعاتی به این شکل به ما میده. حالا ما قرار از این اطلاعات استفاده بکنیم، عکس رو نمایش بدیم. اطلاعات رو چجوری دریافت میکنیم؟ از اکسیوز استفاده کردیم ما. نحوه نوشتنش هم که گفتیم بهتون.
یه آدرسی داره، URLی هستش که دقیقا شما بهش ریکوست گت میزنید، یه سری پارامتر داره و یه هدر هم داره. خیلی خوب بچه ها، بریم بیام ادامه مبحث رو تو ویدیو بعدی در خدمتتون باشم. فعلا خداحافظ.